گپی ما از مرز بود امروز در خانواده، مرز و بله حریم. ما میم خانواده را با توجه به مرزبندی به سه دسته تقسیم میکنیم. یک خانواده هایی که هیچ مرز نداره، بدون مرز، و یک خانواده هایی است که بسیار با مرزهای پررنگی داره، مشخص است، و یک خانواده هایی با مرزهای مشخص. خب چی رقم است؟ چه ویژگی داره هر خانواده؟ خانواده با بدون مرز چی رقم است؟ خانواده ای که اعضا در هم تنیده، هیچ بله مرزی نیست و بسیار اعضا در بین همدیگه دخالت زیاد است، به طوری که در یک خانه ای که هر کس لباس همدیگه رو میپوشه، خب هیچ فرقی نیست بین بچه ها، مخصوصا اولادا، به جای یکدیگر گپ میزنه، به جای تصمیم میگیره، تصمیم میگیره، به جای یکدیگر دعوا میکنه، به جای یکدیگر نظام میکنه. خب این رقم خانواده هیچ مرزی وجود نداره و باعث میشه که بسیار تعارض هم در این رقم خانواده بسیار باشه، به خاطری که مرزی مشخص نیست. یک مثال خدمت شما گپ بزنم. یک مادری شکایت میکنه که امی داماد من با دخترم بسیار جنگ کرده. خب دختر آمده در خانه پیش پدر و مادر خود شکایت کرده که امی شوهرم بسیار با من مشکل داره، این رقم من ناسزا و فلان. خب پدر ازی بلند میشه، امی گوشی رو بر میداره و هرچی ناسزا باشه در داماد خوب میده. خب این یعنی مرز دهی خانواده نیست، دعوای او زن و شوهر مربوط به خودشان است. شما حق دخالت نداری وقتی که مستقیم میری با داماد خود ناسزا میکنی، یعنی دخالت کردی، یعنی مرز شکستی، وارد حریم از او شدی. زن و شوهر از بین خود باید مشکل خود حل کنه. شما به عنوان پدر و مادر یک راهنمایی لازم است. دخترم ای گپ بزن، این رقم کو، شاید مشکل از تو باشه، شاید شوهرت خسته بوده. یک فقط شما یک راهنما هستی. این که خودت وارد عمل میشی و شروع میکنی به جای دخترت گپ میزنی، به جای دخترت حرف میزنی، ناسزا میگی، خب یعنی مرزی وجود نداره. یعنی ما باید شأن خود را بفهمیم که من در جایگاه خودم هستم و نه در جایگاه یک فردی که به جای برون وارد عمل هستم. من زن و مرد هستم، من پدر زن از هستم. جایگاه من این نیست که برم با داماد خود نزاع کنم، جنگ کنم، یقه زور بگیرم. نه، اونا زن و مرد است، باید مشکلشون رو خودشان حل کنه. شما به عنوان پدر آروس یا یکی دیگه به عنوان پدر داماد باید راهنمایی کنین. بزرگتری همین است دیگه، بیشتر از این دیگه دخالت است و شکستن مرزها هست که همین باعث نزاع میشه، همین باعث جنجال میشه. بله. به دو قوم، یک خانواده، به جان هم بیچسبه و کلی ممکنه این دعوا و این نزاع کلانتر شوه. بله. و کتای فامیل کلی درگیر شوه. بله. مادرها درگیر شوه، پدر کلان، حتی پدر کلان و کاکا و ماما کلی که درگیر میشه به خاطر همین شکستن مرز. اگر این مرز شکسته نشوه و هر کس حریم خود نگه داره، به جاهای بزرگم نمیرسه. خب ده رقم خانواده و بچه هم استقلال کافی نداره، چون نمیفهمه چی مال خودش هست. به جای او حرف میزنیم، به جای او تصمیم میگیریم، به جای از او کاری را شروع میکنیم. بچه من این کار را باید بکنی، یعنی جا من این گب زدم، فلانی رفیق زنگ زده بود، من این رقم جوابش دادم. خب یعنی چی؟ شما به جای پسر خود گب زدی؟ یا این زنت فلان چیز گفته بود، من به جای تو این گب زدم بزنید. خب این بسیار اشتباه است. مگر تو شوهری از واسه که گپ میزنی؟ این یعنی دخالت کردن، یعنی مرد شکستن، یعنی حرمت شکستن و این هم باعث جنجال میشه متاسفانه. خب یک رقم خانواده هایی هست که بسیار مرزهای پررنگ داره، بسیار مشخص، هر کس سر جای خود، کار خود، کسی به کسی کاری نداره. این رقم هم خوبش نیست، چرا که در این رقم خانواده بسیار احساس تعلق پایین است. یعنی ما یک اولاد مشکل داره، در روی خود میبنده، میشینه با خود فکر میکنه که این مشکل خود چی رقم حل کنه، بدونی که به پدر و مادر خود بگه. وقتی ازش پرسان میکنه خب چرا گپ خود مشکل خود در پدر مادر خود نمیگی، چرا به بیادر خود، به خواهر خود نمیگی؟ شاید اونا مگر نه، در خانواده ما این رقم نیست، هر کس باید مشکل خود حل کنه. مسئله اونا نیست، مسئله از ماست. این مشکلی ماست، در خانواده ما کسی مشکل خود بیان نمیکنه، هر کس باید مشکل خود حل کنه. یا یک مادر مشکل دارد، داخل خانه نشسته جوش میخوره ساکت، خب وقت ازش پرسان میکنی چی شده تو را، مگه این مشکل دارم؟ خب امیر بگو، در شوهر خود بگو، نه این مشکل مربوط به من است. خب این رقم من مشکل ساده است، این رقم خانواده علیزاده. الان این موردی که شما فرمودین دقیقا دو موردی است که شاید امروزه مردم از ما بسیار برش درگیر باشن. مورد اول که خانواده اصلا مرز ندارن، خود چون سنت از ما معمولا همی رقم بوده، معمولا خیلی مرزبندی مشخصی بین افراد نبوده و این رقم بوده که معمولا پدر کلان، مادر کلان به عنوان دو بزرگتر فامیل برای همه فامیل تصمیم گیری میکنن. و باز این مورد دوم، خانواده که در کشورهای اروپایی هستن، بسیاری از مردم از ما مهاجرت کردن در کشورهای اروپایی، آمریکایی،
و مواجه شدن با خانواده ها با یک سبک زندگی نو که در اون مردم مرزهای بسیار دقیق دارن و اد کار در کار هم ندارن. پدر نمیفهمه که دخترم چی میکنه، دختر از حال مادرش خبر نداره، مادر از حال بچهش خبر نداره. بله، و بسیار مشکل ساز شده، چون در بین مردم از ما که در کشورها زندگی میکنن نمیفهمن که چه رقم رفتار کنن.